در این کهکشان به این بزرگی خیال خامیه که فکر بکنیم فقط کره زمینه که داره حیاته و هیچ موجود دیگه‌ای در این کهکشان وجود نداره. اما قطعاً سیاراتی وجود داره که دارای حیات هستن. امروز می‌خوایم درباره کهکشان راه شیری و سیاراتی که دارای حیات هستن صحبت بکنیم. سلام رفقا، به 1001 دانستنی خوش اومدید. توی ویدیو قبلی درباره تلسکوپ جیمز وب صحبت کردیم و گفتیم که از چه تجهیزاتی برخورداره و تا الان چه اطلاعاتی به زمین فرستاده. اگه دوست داشتی یه سر بهش بزن. راه شیری یک کهکشان بزرگ با قطر تقریبی 100 هزار سال نوریه. جرم این کهکشان حدود 1 تریلیون برابر جرم خورشید ماه. ما درون این کهکشان قرار داریم و به عنوان یکی از آرایه‌های پروتئین بسیار کوچک در اون وجود داریم. راه شیری در نیمکره شمالی آسمان قرار داره و میتوان آن را از طریق شبکه از ستارگان و توده‌های گازی که در آسمان مشاهده میشه تشخیص داد. شاید براتون سوال شده باشه که چرا اسم این کهکشان راه شیریه؟ کهکشان راه شیری این نام رو به دلیل شباهت شکلش با راه شیری که در اساطیر یونانی یک راه آسمانیه که توسط زئوس به جنگجویان خدایان تعلق داشته دریافت کرده. شکل کهکشان راه شیری به صورت یک حلزون بزرگ با بازوهای پیچیده است که در آسمان شب مشاهده میشه. کهکشان راه شیری دارای ساختار بسیار پیچیده ایه. اون رو میتوان به صورت یک دیسک تقریبا صاف با بازوهای پیچیده ای که از مرکزش توسعه میابن توصیف کرد. مرکز راه شیری دارای یک هسته بسیار سرخه و ستارگان زیادی در اون منطقه قرار دارد. به این دلیل که وسط کهکشان ما بسیار نورانیه. حتما تا حالا براتون سوال شده که آیا سیارات دیگه‌ای مانند زمین وجود دارن که در اونها حیات وجود داشته باشه؟ در جواب باید بگم که بله، قطعا وجود دارن. امکان نداره که در این کهکشان به این بزرگی فقط سیاره ما باشه که داره حیاته و ما تنها موجودات این کهکشان باشیم. تا الان چندین سیاره کشف شده که محققان احتمال وجود مایه حیات یعنی آب را دادن که 39 سال نوری با زمین فاصله داره. نام این سیارات کپلر 186، گلیزه 581، ولف 1061 و پراکسیماست. کهکشان راه شیری دارای کمربند حیاته و زمین ما که حیات زیبایی داره در لبه این کمربند قرار داره. پس قطعاً داخل این کمربند سیاره‌هایی با حیات شگفت انگیز وجود داره و موجوداتی بهتر از ما در آن دارن زندگی می‌کنن که در آن ستارگان به صورت متمرکز قرار دارن. کهکشان راه شیری حاوی بیش از 100 میلیارد ستاره است که برخی از آنها بسیار بزرگ و درخشانن و برخی دیگر کوچکتر و محل سکونت سیستم‌های ستاره‌ای و سیاره‌ای. تولد و تشکیل ستاره‌ها در راه شیری در نواحی از گاز و گرد و غبار به نام ابر ستاره‌ها شکل می‌گیرد. راه شیری حاوی توده‌های بزرگی از گاز و گرد و غبار که در سراسر کهکشان پخش شده‌اند. این توده‌ها میتونه منابع تولید ستاره ها باشه و باعث تشکیل ستاره ها و سیستم های سیاره ای در کهکشان باشه. در کهکشان راه شیری اتفاقات زیادی همچون انفجارهای ابرنواختری، انفجارهای سوپرنوا، پیوندهای دو ستاره و تصادم ستارگان رخ میده. این نبردهای ستاره‌ای میتونه باعث تولید عناصر سنگین‌تر مانند طلا و پلاتین شه. در مرکز کهکشان راه شیری در قسمتی که نور عظیمی جمع شده سیاه‌چاله‌ای وجود داره
که کهکشان ما در مدار این سیاه‌چاله در حال گردشه و علت نور عظیمی که در مرکز سیاره وجود داره اینه که ستارگان بسیار زیادی در حال وارد شدن به این سیاه‌چاله هستن. در واقع سیاه‌چاله داره ستارگان رو میبلعه و روزی نوبت منظومه ما خواهد شد. اما این سیاه‌چاله نسبتاً بزرگه و زمانی که نوبت منظومه شمسی ما بشه، وقتی قراره که وارد این سیاه‌چاله بشه، ممکنه که اصلا هیچ آسیبی به هیچ زده نشه، چون منظومه ما و حتی سیاره ما به قدری کوچیکه که برای وارد شدن به این سیاه‌چاله نیازی نیست که خورد بشه و وارد سیاه‌چاله بشه. ممکنه براتون سوال شده باشه که اگر موجودات دیگه‌ای مانند ما در این کهکشان وجود دارن، چرا تا الان سعی نکردن که با ما ارتباط برقرار کنن؟ ممکنه که اونها یه قدری پیشرفته باشن که ارتباط برقرار کرده با ما براشون مثل این باشه که ما میخوایم با چند تا مورچه ارتباط برقرار کنیم و کاری بیهوده براشون باشه، و یا اینکه ممکنه اونها اصلا از وجود ما باخبر نباشن و به دلیل فاصله زیادی که با کره زمین دارن شکل گذشته کره زمین رو ببینن که یک توپ آتشین بوده و حیاتی در اون وجود نداشته. به نظرتون چند سیاه‌چاله در کهکشان راه شیری وجود داره؟ همه ما تا حالا یک بار تصویر سیاه‌چاله رو دیدیم، اما قطعا خیلی ها نمیدونن که سیاه‌چاله دقیقاً چیه، چه ویژگی هایی داره و اصلا چجوری به وجود اومده. موضوع ویدیو فردا در این مورده، پس این ویدیو جذاب رو از دست نده.